منو مینداختن تو اون اتاق، اونجا نورش خیلی زیاد بود، یعنی از بغلا و بالا لامپ داشت. بعدا فهمیدم که نور اون چشمو اذیت کرده که الانم بیماری میگرن گرفتم. من یه مادرم 17 سال بچه منو بردن، جنازه‌شم بهم نمیدن، پدر پیرش از کار بیکار کردن، رفته میگه بچه‌مو میخوام، باید بگیرن پدر 60 سالشو بزنن. اون لحظه‌ای که پدرم بازداشت داشته میشده گفته که شروع میکنه به اعتصاب غذای تر. ما متاسفانه با پلمب مغازه ها هم در سراسر ایران روبرو بودیم، به خصوص در روز یکی از اعیاد دیانت بهایی مغازه ها پلمب شدن و توسط مامورین این عنوان شدن که تخلف صنفی انجام شده. اونجوری که شاهدان عینی دیدن اصلا تیراندازی هوایی نشده، مستقیم وانت و مورد یعنی سعید جمالی همراه دو نفر دیگه مستقیم مورد هدف شلیک قرار گرفته. هفته اول مهر تماس گرفته بودن، ما قرار بود شنبه 12 مهر ما بریم به اجرای احکام داخل اوین. بعد اینا صبحش اومدن ریختن جلوی خونه و من موقعی که از در خونه اومدم بیرون رفتم جلوی بانک، تو راه بانک بودم، اونجا منو بازداشت کردن. نه حکمی بود باشون، من گفتم حکم، نه حکمی من نشون دادن نه چیزی. من اونجا سوار ماشین کردن بردن تا خونه، بعد خونه رو گشتن هرچی خواستن بردن. 4 تا ماشین پر بودن، حدود 10 نفر فقط اومدن داخل خونه. 13 روز ریختم خونم، 10 نفر ریختم خونم، بچه‌مو بردن. از بچه‌م خبر ندارم، از سلامتیش خبر ندارم، نمیدونم چه بلایی سرش آورد. 2 هفته از بچه‌مو گرفتن، ازش خبر ندارم. تهدید کردن اگر صحبت کنیم مافیو با این قرار مخابره کنی نمیذاریم. از همون جلوی خونه چشمم به من زدن و منو بردم بند دو الف سپاه. یک ماهی که تو بند دو الف بودم 3 هفتهشو تو انفرادی بودم. نوه بازجویی ها خوب بود، یعنی از لحاظ فیزیکی هیچ آسیبی به ما نمی زدن. خیلی هم اصرارشون این بود که وقتی اینجا رفتی به همه بگو که ما خوب رفتار میکنیم از لحاظ فیزیکی و اینها، ولی از لحاظ روحی خیلی اذیت میکنن. مثلا همون اول به دروغ من گفتن که مامانت بازداشت شده، بعدش من میداختن تو نور یا تو که الان مشکل مغز و اعصاب پیدا کردم سر همون. از لحاظ روحی اونجا بیشتر چیز بود، ولی فیزیکی برخورد فیزیکی نه، هیچ برخوردی نداشتم. فحاشی هم بود تو بازجویی ها. یه اتاقی بود که قبل بازجویی منو اونجا می برد به بهونه این که میوه بدن، همچین چیز، میوه یا شیر یا اینها بدن. منو مینداختن تو اون اتاق، اونجا نورش خیلی زیاد بود، یعنی از بغلا و بالا لامپ داشت. بعدا فهمیدم که نور اون چشمو اذیت کرده که الانم بیماری میگرن گرفتم. همون اولش برای اینکه منو تحت فشار بذارن که یوزر پسامو تو فیسبوک و سایت های دیگه بهشون بدم، اون اتهامی که تفهیم شد به من عضویت در گروه های ضد دینی و اجتماع و تبانی علیه نظام بود، که بعد پروسه بازجویی اتهام ها عوض شد، شد فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی و توهین به رهبری. اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی رو از رو پست های فیسبوک و اینستاگرام من عکس میگرفتن میذاشتن جلو، بعد به من میگفتن آیا شما مثلا توهین به رهبری کردی یا نه. واسه ملاقات هرچی هم من تلاش کردم هم مامان و بابام، اونا گفتن نه، الان تو قرنطینه هست، تا پایان بازجویی هم کنه ملاقات نیست. واسه تماس تلفنی اولین بار به من گفتن فقط تماس بگی با خونه و بگو حالم خوبه. بعد منم اونو که گفتم بعد تماس قطع شد، یعنی بعدش تماس رو قطع کردن. بار دوم و سوم، یعنی همه تماس هم کوتاه بود، بار دوم و سوم فقط به خاطر این به من داد تماس بگیرم که میگفت چرا مامانت تو تحصنا میره و شرکت میکنه
بهش بگو بس کنه این کارا رو، اینجا واسه تو سخت میشه فلان میشه، که من میگفت اینا رو بگو به مامانت. سعید جمالی آخرین موردی بوده که تو شهر قصر شیرین روز دوشنبه این هفته به قتل رسیده. 21 سالش بوده، کسی بوده که بعد از اینکه چند ماه سربازیشو تموم کرده اومده مشغول خرید و فروش گازوئیل بوده. اونجوری که شاهدان عینی دیدن اصلا تیراندازی هوایی نشده، مستقیم وانت و مورد یعنی سعید جمالی همراه دو نفر دیگه مستقیم مورد هدف شلیک قرار گرفته و دو گلوله هم به سعید اصابت کرده و همونجا به قتل رسیده. یکی از این نزدیکان میگفت که برای اینی که بتونن جنازه رو دریافت کنن، جنازه رو بگیرن، حق تیر که نیروهای انتظامی از خانواده ها میگیرن برای این پسرم هم همینطور بوده، یعنی از خانواده سعید جمالی پولی دریافت شده به خاطر اینکه این تیری که مال بیت المال بوده باید حق تیر به نیروی انتظامی پرداخت شده. کلا با وانت هایی هست با چند گالون، 10-20 گالون، گالون 20 لیتری مثلا گازوئیل قشقر، یعنی اینطوری به حالت عمده نیست بگی با تانکر بزرگ، چون اینا هم وانت داشتن، 3 نفر بودن، چند نمیدونم تعداد دقیق گالون ها چقدر بوده ولی یه وانت کوچیک بوده و 3 نفر هم بودن. اون 2 نفر دیگه هم بازداشت شدن. خیلی چیز جالب اینه که بعد از اینکه مردم اعتراض کردن، معاون فرمانداری و نیروی انتظامی ادعا کردن اینا اخاذی کردن، در حالی که اصلا چنین چیزی، اینم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نتونن مردم و خانواده ها شکایتی علیه نیروی انتظامی انجام بدن. در تمام این چند سالی که ما تحقیق کردیم در مورد کشتار کاسبکاران و کولبران، هیچ موقع هیچ شکایتی نتونسته یعنی به نتیجه برسه. در موارد خیلی خیلی نادری اگر خانواده مقتول تونستن پولی بدن، یه وکیل بگیرن، تونستن مثلا حق دیه بگیرن، اینم در شاید بگم صدها مورد، چند مورد من یعنی برخورد کردیم. اینم مد نظر قرار بدیم که خانواده بیشتر این افراد خانواده فقیری هستن، یعنی توحیده هستن، اصلا از اقشار خیلی بی بضاعت جامعه هستن و بعد از کشته شدن اون کسی که نانآور این خانواده هست، امکان اینه که بتونن پولی پرداخت کنن برای وکیل ندارن. یعنی به خاطر این بیشتر کیس ها، بیشتر مواردی که قتل صورت گرفته، خانواده مجبور شدن حتی اطلاع رسانی هم نکنن به خاطر اینکه بتونن اصلا جنازه رو تحویل بگیرن. میدونی اصلا یه تصوری که در مورد این کولبرا و کاسبکاران هست که اینا بیشتر در مناطق مرزی و بعد این یه چیز عادیه که تو مناطق مرزی مامورین مجبورن به خاطر اینکه نمیدونن این کیه تیراندازی بکنه، در حالی که اصلا بیشتر موارد تو شهرها و روستایی که داخل اصلا از مرز دورن، اصلا خیلی از موارد در چون این کالای قاشق که وارد ایران میشه باید این به شهرهای بزرگ انتقال داده بشه، خیلی از موارد نزدیک اصفهان، تهران، شهرهای بزرگ بوده، یعنی بدون این که اصلا اختاری چیزی بده و نمیدونم تیر هوایی باشه، مستقیم این افراد مورد هدف قرار دادن. و یه واقعیت باید مد نظر قرار بدیم که این کشتار یک کشتار سیستماتیکه، به خاطر این خیلی از فعالین کرد در این مورد که این یک کشتار سیستماتیکه یک جو اجماع نظری وجود داره، چون تو این حداقل 20 سال همیشه این کشتار وجود داشته، هیچ موقع کسایی هم که این قتل رو انجام دادن به عنوان نیروهای خودسر گفتن که اینا رو شلیک کردن، نیروهای خودسر بودن، در حالی که اگر نگاه بکنیم یک روند سیستماتیکه، حداقل توی چند سال گذشته نزدیک 300 نفر به قتل رسیده در این حداقل 4-5 سال گذشته، این مواردی که این فعالین کرد تو این چند سال گذشته تونستن مثلا ثبت بکنن. بعد توی اون قوانینی که مربوط به کارگیری سلاح تاکید شده که باید تیر هوایی اول شلیک بشه برای اختل، بعدن از کمر به پایین، ولی بیشتر مواردی که موقعی که ما با شاهدین عینی حرف زدیم، اولین شلیکی که شده مستقیم اون کاسکار یا اون کولبر مورد هدف شلیک گلوله قرار گرفته، اصلا اختاری داده نشده، مستقیم زدن.
استان سیستان و بلوچستان دارای آمار بسیار زیادی از نیروهای امنیتی، انتظامی، سپاه و بسیج و ارتش حتی هست و همین موضوع باعث شده که تبدیل به حیات خلوتی بشه برای نیروهای امنیتی و نظامیان در کل. بسیاری از این نظامیان دستشون باز هست، رفتارهای سلیقه‌ای رو هم در استان سیستان و بلوچستان در کنار برخوردهای امنیتی که دارن انجام میدن. در استان سیستان و بلوچستان به خاطر حکم تیری که این ماموران نیروی انتظامی دارن و شلیک‌هایی که صورت میگیره، افراد زیادی زخمی یا کشته میشن. بیشتر این تیراندازی‌هایی که صورت میگیره به اتهام یا به ظن حمل کالای قاچاق، آنچه که دولت میگه مثل گازوئیل، سوخت و کالاهایی هستن که به منطقه آزاد تجاری چابهار وارد میشن و از اونجا مردم اون رو به خاطر امرار معاش خودشون بیرون میارن و در داخل شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان میفروشن. اینها هم در مسیر تردد وقتی که باشون مواجه میشن، چون نمیتونن توقف بکنن، اموالشون مصادره میشه، نیرو انتظامی بسن اونها شلیک میکنه و یکی از دلایلشون میگه که ما فکر میکنیم که اونها مواد مخدر حمل میکنن، ولی در اکثر این موارد همچین چیزی نیست و اونها یا حمل گازوئیل همراهشون هست که تو خودروهاشون مشخص هم هست، یا اینکه کالای مثل پارچه و غیره به دستشون هست. ما در سال 92 وقتی آمار رو که به کمپین فعالین بلوچ رسید بود بررسی کردیم، 22 مورد رو داشتیم، کسانی که کشته و زخمی شدن. اینا غیر اون کسانی هستن که در سر مرزها کشته میشن و حمل مواد مخدر اونا اتهامشون هست. یعنی ما اصلا به این موضوع توجه نکردیم، به موضوع مثل حمل کالاهایی که دولت اون رو قاچاق میدونه ولی مردم برای امرار معاش در منطقه به خاطر نبود شغل استفاده میکنن، بر اینا رو آوردیم در این گزارش. 22 مورد رو ما در سال 93 داشتیم، 15 موردش منجر به مرگ شده، بقیه مواردش افراد زخمی شدن. در سال 94 در 6 ماهه 7 ماهه اول سال 94 در 6 ماهه اول 94 ما 33 مورد رو داشتیم که از این افراد 26 نفر کشته شدن و 7 نفرشون زخمی شدن. 4 نفر از اینها زن و کودک بودن. با یه حکمی که توش 3 جرم از نظر این دوستان بود که یکیش توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی برای براندازی، پدرم رو دستگیر کردن، شروع کردن خونه رو گشتن، وسایل رو به هم ریختن و یک سری مدارک با خودشون بردن، از جمله یک سری کارتای مغازه های آمریکا که پدرم 20 سال پیش داشتن رو بردن، عکس آقای موسوی رهنورد و آقای کروبی رو بردن، یه لوح تقدیری بوده که ایشون به پدرم داده بودن اونو بردن و پدرم رو با خودشون بردن. اون لحظه‌ای که پدرم بازداشت داشته می شده گفته که شروع می کنه به اعتصاب غذای تر و 2 هفته بعد، یعنی از امروز، شروع می کنه به اعتصاب غذای خشک و دونه دونه قرص هاش رو قطع می کنه تا لحظه‌ای که حداقل بتونیم بفهمیم که بعد از 2 هفته ایشون کجاست و کجا گروگانگیری شده است. تا اونجا که من میدونم تجمع تبانی رو ازشون پرسیدن که همچین چیزی نه مراسمی بوده نه تجمعی بوده، اینها چه شکلیه که برگشتن گفتن که تجمع تبانی فقط تو خیابونا نیست بلکه جاهایی مثل تلگرام و فیسبوک و اینجور چیزا هم شامل میشه. توی این مدت هیچ گونه تذکر، احضار یا چیزی گفته باشن که مثلا تندروی میکنی یا هیچ جوری نبوده که بهشون خبر بدن یا ما بخوایم حتی بدونیم این همچین اتفاقی قرار بیفته یا نه. آیین باهایی مثل همه ادیان دیگه ایامی رو داره که برای اونها ایام مقدسی هست و همینطور که مثلا برای مسیحیان ایام کریسمس تعطیل هست و برای هموطنان مسلمان ما ایام متعددی هست که تعطیل میکنن، در دین باهایی هم 9 روز در سال هست که باهایی اون ایام رو مقدس میدونن و در اون ایام کار نمیکنن. و این مسئله که اخیراً اتفاق افتاده و سابقه متاسفانه طولانی هم داره، به خاطر اینکه باهائیان این ایام رو تعطیل کردن، دولت جمهوری اسلامی این رو غیرقانونی میدونن و به علت اینکه باهائیان این ایام رو تعطیل کردن اومدن و مغازه ها رو بستن.
موج بازداشت های اخیر شهروندان بهایی نشان از به رسمیت نشناختن این افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. با وجود آنکه در سالهای اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها گزارش های از نقض حقوق شهروندان بهایی ارائه داده، ولی این گزارش ها با بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی مواجه شده و این باعث شده که ما همچنین شاهد آزار و اذیت شهروندان بهایی از سوی حکومت ایران باشیم. نمونه های از این دست رو می توان از بازداشت های دست جمعی و سیستماتیک 17 شهروند بهایی عنوان کرد که در روزهای گذشته اتفاق افتاد، که خوشبختانه 6 تن از این افراد که اهل اصفهان بودند و یک نفر دیگه که تهرانی هستند با قید وثیقه آزاد شدند، ولی تا کنون از آزادی 9 تن دیگر خبری در دست ما نیست. طبق خبرهای رسیده در زمان بازداشت مامورین جمهوری اسلامی با این افراد بد رفتار کردند، از جمله با آقای اقدسی و صحبا فرنوش در تهران بد رفتاری شده. آقای اقدسی یکی از مامورین جمهوری اسلامی از روی دیوار به منزل ایشون رفتن، قفل‌ها رو شکوندن و بقیه مامورین یورش آوردن به منزل ایشان، و دیگری صحبا فرنوش هستند که با ماشین حمل مواد مخدر ایشون رو بازداشت کردن، و دیگری شکسته شدن حکم زندان 7 مدیر جامعه بهایی طبق ماده 134 بود. این مدیران جامعه بهایی که به یاران ایران معروف هستند در سال 1387 بازداشت شدند و 20 سال حکم زندان گرفتند، که با گذروندن 7 سال و نیم از حکم بازداشتشون توسط این ماده 134 تونستن حکمشون رو تقلیل و از 20 سال به 10 سال کاهش بدن.